توران میرهادی را به حق مادر ادبیات کودک و نوجوان نامیدند. او عاشق فرزندان ایران بود و در طی عمر 89 سالش هرگز نایستاد، تسلیم نشد و تا آن دم که توان داشت در راه اعتلای ادبیات کودک کوشید. ما پذیرفته بودیم که مادر ما، مادر فقط ما نیست، مادر تمام بچه های این سرزمینه و در حقیقت وقت بسیار زیادی رو برای ارتقای فرهنگ و ادبیات کودکان این سرزمین گذاشت و ما به این مسئله عادت کرده بودیم. خانم میرهادی توی سه زمینه فعالیت داشتن: مدرسه فرهاد، شورای کتاب کودک با ادبیات کودک و تألیف فرهنگنامه کودکان نوجوانان که دانشنامه برای زمانی که هیچ چیزی توی این برهود وجود نداشت برای بچه و برای تلویزیونی. اون چیزی که چیزهای خیلی مهمی که در طول زندگی برای ما روش خیلی تاکید میکرد این بود، اول از همه راستگویی و درستکاری بود و معتقد بود که ما در هر شرایطی باید این راستگویی و درستکاری رو در زندگی داشته باشیم. یک مادر مهربون جدی، محبتش با رفتارش دیده میشد. این شعار تبدیل غم بزرگ به کار بزرگ، واقعیت اینه که خانم میرهادی اینو اجرا کردن، اما خانم میرهادی احتیاج به هیچ غم بزرگ و کوچیکی نداشتن، برای خاطر اینکه اون کاری که عاشقش بودن، یعنی اعتلای تفکر در میون بچه های این سرزمین رو به اعتبار غم بزرگ انجام بدن. من از توران میرهادی یاد گرفتم که زندگی یعنی گذر از رنج‌ها، تبدیل دائم ناخوشایندی‌ها و غم‌ها به کاری بزرگ. رنج‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کرد طبق فرموده مادرشون خانم دیتریش. ولی این یه الگویی برای همه ما، همه انسان‌ها، که برای هر چیز دردناک و تلخی نباید نشستم خود، باید روح چا پیدا کرد. در مدرسه فرهاد هدف تربیت انسانهایی بود که بتونن قدرت تفکر و تصمیم گیری داشته باشن، دنبال رو و موتی نباشن. چون در نگاه آموزشی خانم میرهادی ویژگی فردی خیلی اهمیت داشت و برای همین از رقابت پرهیز میکردن و خلاقیت رشد داده میشد. رفتار و منش توران خانم طوری تاثیرگذار بود چون حرفش و عملش یکی بود. توران میرهادی سیستم مقایسه و رقابت بین بچه ها رو قبول نکرد و تاثیر این روی من این بود که من خودم رو بهتر بشناسم. مسئله رقابت نداشتیم، مثلا شاگرد اول نداشتیم، کسی نمیدونست کی شاگرد اوله کی شاگرد آخره. به جای معدل و نمیدونم نمره 20 و اینا، اون چیزی که تشویق میشد که کار گروهی بود. همیشه از وضع موجود استفاده میکرد، هیچ وقت نداریم و نمیشه توی کارمونم. توران میرهادی برای من سرمشق زندگی من هست و تا روزی که زنده هستم یاد او و اندیشه او همیشه همراه من هست. یادش گرامی.